دیروز روز جهانی مبارزه با خشونت منتهی به تروریست بود روزی که با توجه به اهمیت آن توسط سازمان ملل تعیین شده است در همین راستا سازمان بین نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیه صادر کرده و در آن از جهانیان به مبارزه با افرادگرای سیاسی و توقف جنگ ها دعوت کرده است همکارم امار حسینی گزارش می‌دهد. سازمان ملل متحد یک روزا به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت منتهی به تروریسم ثبت و تعیین کرده تا به اهمیت این موضوع اشاره کرده و توجه همه دولت ها و افکار عمومی جهان را به این مسئله جلب کند به بهانه این روز جهانی سازمان بین المللی نفع خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله سید صادق شیرازی دامزلو بیانیه رسمی صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار رسید سازمان مسلمان آزاده بر لزوم افزایش تلاش ها برای جلوگیری از وقوع و انتشار افرادگرایی و خشونت فضایند و منتهی به تروریسم تأکید کرده است. این سازمان همچنین در بیانیه خود به لزوم زنده نگه داشتن این روز جهانی که از سوی سازمان ملل تعیین شده تاکید کرده تا گامی مؤثر باید در راستای مقابله با این رفتار خطرناک برداشته شود بیانیه ی سازمان مسلمان آزاده می در حالی روز جهانی مبارزه با خشونت منتهی به تروریسم را پشت سر می که سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به ضرورت تلاش بسیار زیاد برای مقابله با تفکر و سیاست های خشونت آمیزی که منجر به ایجاد تروریسم می کند ایمان دارد. این بیانیه افزود امروزه مهم است که کشورهای مختلف تأثیر گذار در جهان اهمیت انواع افرادگرایی به خصوص افرادگرایی سیاسی را درک کنند بیانیه سازمان مسلمان آزاده در ادامه نوشت همگان در حال حاضر جنگ روسیه و اوکراین به خودی خود یک تهدید در جهان به شمار می رود. به ویژه اینکه جهان را در یک قدمی یک جنگ جهانی که جنگ جهانی سوم خواهد بود قرار داده و در صورت وقوع آن ویرانگرتر از جنگ های جهانی سابق خواهد بود زیرا اکنون بمب های هسته ای و بمب های هیدروژنی در جهان وجود دارد و اگر مورد استفاده قرار گیرد باعث نابودی مناطق زیادی می شود و جهان را به وضعیت بدتری تبدیل خواهد کرد. بنابراین جا دارد افرادگرایی سیاسی کشورهای مختلف جهان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ روسیه و اوکراین تأثیر گذار است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و پایان یابد. امار حسینی اخبار شیعه